خب دوستان بیانیم داشتیم صحبت میکردیم در مورد اینکه برخی از عزیزان میخوان که در مورد فقر در ایران صحبت کنیم. داشتم اینو میگفتم که مردم ایران واقعا فقیر نیستن و این رسانه ها میخوان احساس فقر و بدبختی رو به ایرانی ها منتقل بکنن. حالا بحثش طولانیه، صحبت کردیم. خب آقای سعید، ما بیانیم گزارشگر بازی تراکتور محروم شد. خب خدا رو سپاس، این تیم تراکتور باید منحل بشه. شعار مرگ بر کل هم سر دارن، خجالت نمیکشن. درود بر شما، بفرمایید. سلام آقای دانا. زنده باشید، بفرمایید جونم. آقای دانا، من یه چند تا سوال داشتم از خدمتتون. ممنون میشم عزیز. چون تصویر ندارید فقط پس یه سوال بپرسید دیگه. باشه، تصویر ندارم، میخوای برق رو روشن آره. کنم تصویر داشته باشم. آره آره، اگه تصویر بدید چند تا سوال بپرسید. بخاطر که بعد ما اینا رو میذاریم توی این یوتیوبمون و جای دیگه، خب اینجوری صورت خوشی نداره. باشه، مشکل نداره. خب دوستان چی دارن مینویسن اینجا؟ فرق در مغز مردم هست نه در پول. دقیقا فرقی که الان وجود داره تو مغز مردمه، واقعا به اون شکل نیست. خب درود بر شما، بفرمایید جونم. سلام عرض ادب. زنده باشید، ممنون جونم، بفرمایید. نبود به خاطر همین. خب عالی، خب دمتون گرم، بفرمایید جونم. جانا یه چند تا سوال داشتم از خدمتت. من خودم کسی هم که هم سیاست رو کاملا دنبال میکنم، هم شما رو دنبال کردم. ممنون. شما گفتی که چند وقت پیش من یوتیوبت رو دنبال میکردم، گفتی که در مورد حمله اردوغان به ترکیه اردوغان به کردهای سوریه توضیح دادی. بله، لایو اینستاگرامت. دقیقا من هرچی نگاه کردم چیزی ندیدم. خیلی کوتاه اینو توضیح بده. مشکل داستان اینه که کردهای سوریه با کردهای ترکیه میخواستن هم دست بشن، چی بوده؟ خیلی کوتاه این اگه توضیح بدی ممنون میشه. در بحث کردهای سوریه که خب روشنه، ببین کردهای سوریه جریانات تروریستی هستن که خب جدا کرده بودن خاک سوریه رو و اونجا همکاری میکنن. اینا ببین کردهایی که الان توی سوریه هستن یا تو ترکیه هستن، اینا همشون با همدیگه همکاری های خودشون دارن، با همدیگه هم شدیدن هم بد هستن، ولی در بحثایی به مانند ترکیه با هم همدستی میکنن. میرن اردوغان چیه، چی میخواد؟ منطقه امن و برید عقب و نه، به خاطر که اینا میان تو مرزهای ترکیه کارهای تروریستی میکنن. کلی از سربازای ترکیه تا به امروز به دست جنگ تروریستی جریان پان کردیس کشته شدن. بعدم بحث اردوغان، این یکیش این بود، یکیش هم این بود که الان نزدیک 3 میلیون پناهنده سوری تو خاک ترکیه است. اردوغان گفت یا من در مرزا رو باز میکنم این 3 میلیون بیان اروپا، یا اینکه من دیگه تو خاک خودم نمیتونم اینا رو نگه دارم، چون خب هزینه داره 3 میلیون پناهنده. فقط و فقط حالا بخش چیز خونه بالاخره باید یه دونه چادری براشون بزنم، بعد براشون پناهگاهی بدن. اردوغان گفت من اینا رو به خاطر که هم تو کردهای سوریه لب مرز نباشن، هم که این 3 میلیون بتونن جایی پیدا کنن، تو خاک سوریه منطقه امن درست میکنم که این خود سوریه یا 3 میلیون سوریه پناهجو رو بیارم اونجا زندگی کنم. یعنی از خاک خودش اینا رو بیرون بکنه بفرسته تو خاک خود سوریه، اونجا یه منطقه‌ای باشه که بتونم زندگی کنم. آره. به مشکل نخورم با حمایت ترکیه. بله، بعدم اردوغان حرفش این بود، اردوغان حرفش این بود که اگر این مرزهای ترکیه که الان با مرزهای کردستان شمالی سوریه هم مرزن، اگر مدیریتش و امنیتش رو میتونه ارتش سوریه و بشار اسد بگیره، بیاد بگیره. اگر ارتش سوریه نمیتواند به هر دلیلی توانایی ندارد، ترکیه جریانات تروریستی پان کردیسم اونجا تحمل نمیکنه. حرف کاملا منطقی بود و خب حتی بشار اسد اومد بیاد خودش اونجا رو بگیره، بازم کردها یه بار گفتن بیا، یه بار گفتن نه، یا الانم که به بشار اسد گفتن ما حاضر نیستیم با همکاری کنیم ترکا رو بندازیم بیرون. ببین وقتی که یک جریمه شما، اردوغان میخواد طرف حساب حکومت سوریه باشه، الان لب مرداش طرف حساب حکومت سوریه نیست، طرف حساب یه سری گروهکای تروریستی اسلحه به دسته. جالبش اینجاست که کردهای سوریه تا موقعی که آمریکا پشتشون بود دایه جدایی از سوریه رو داشتن، حالا انتظار دارن ارتش سوریه بشار اسد بیاد ازشون حمایت بکنه. خیلی جالبه. آره، این بحثاشون
ببین اینا خیانتاشون که مشخصه. خب حالا پرسش سر چیه؟ پرسش سر شخص خودته. من یه چند تا انتقاد داشتم ازت. اولا اونم که چرا جوری صحبت میکنی که الان دو نفر تو لایوت اومدن گفتن دمت گرم از آقای خامنه ای حمایت میکنی؟ به خاطر شما که باید حمایت همیشه کنم گفتی. دیگه. خب پس چرا میگی که من طرفدار جمهوری اسلامی نیستم وقتی از خامنه ای نیستم حمایت طرفدار جمهوری اسلامی. نه نه ببین طرف، نه من طرفدار جمهوریت هم میکنی؟ نه اسلامیت. جان متوجه نشدم. من نه طرفدار جمهوریتشم نه طرفدار اسلامیتشم. بحث بر سر رئالیست موجوده. شما به من بگو رضا آقا پهلوی بیا مثلا. دفاع کن، بیا از 4 تا کار جمهوری اسلامی دفاع کن، بگو اینو اینو این خوبه، ولی جوری چرا صحبت میکنی که من با واقعا بعضی موقعا ناراحت میشم جوری صحبت میکنی. هر کی سیاست ایرانو ندونه، هر کی ندونه تو ایران چه خبره، فکر میکنه الان همه چی اینجا گل و بلبله. یا میای مقایسه میکنی، واقعا درصد بالای سیاست مسائل ایران نمیدونن، فکر میکنن میدونن، یعنی مسائل ایران نمیدونن، چون اگه بدونم بایستی محکم پشت آقای خامنه ای وایسن. الان بحث بر سر خوب بودن یا بد بودن جمهوری اسلامی یا هیچ جریان سیاسی نیست. بحث بر سر اینه که در بعد کلیش میخوان ایران رو تسلیم توابیت تمدنی بکنن، میخوان ایران رو تسلیم مافیای جهانی بکنن. از الان هم حالا دو ورژن داریم، ورژن براندازش از الان اومده، شما منشور مجاهدین رو بخونی از الان تعهد داده که آقا جان وقتی که رو کار اون که اصلا قابل دفاع نیستم. حالا دارم همه رو میخوام همینو بگم. حالا میخوام بگم اونا اومدن تا که میای مخالفای جمهوری اسلامی رو میگی نادونید. شما اگه نادون نبودن که 40 سال الان این وضع مبارزه شد. نه بس بر سر چی اجازه بدم منعقد بشه سخنم. ببین الان مجاهدین تو ده منشور ده گانش گفته ما اگه بیایم رو کار حاضریم که هیچ گونه سلاحی چیزی درست نکنیم و قدرت نظامی قدرتمندی نداشته باشیم. از اون ور آقای رضا پهلوی و بقیه هم همین تعهدات رو دادن. از این سو ما جریان اصلاح طلب رو داریم، ورژنی که میگه ساختار موجود بمونه ولی این هم میخواد تسلیم کنه. از آقای رفسنجانی تا روحانی هم میگن آقا ما برای چی بعد دیگه دنیا دنیای موشک نیست، بریم اینا رو بدیم و بتونیم مثل آلمان و به مانند ژاپن چیز بگیریم، حرفای آقای بگیریم و... میگی دیگه حرفای آقای هاشمی رو داری میگی. الان فقط یک جریانه فارغ از بحثای مذهبی و اختلافاتی که ما باهاشون داریم، اینا میگن نه ایران باید رو پای خودش وایسه. بحث بر سر اینه. از این منظر ببخشید اصلا وظیفه هر کسیه که با تمام اختلافات نظری که اگر داره با آقای خامنه یا با جریان نیروهای نظامیش مدافع اینا بشه، چون بحث بر سر این بحث کلی‌تره. اینجوری که شما داری صحبت میکنی یه جورایی داری حرف امنیتی رو میزنی، یه جورایی داری حرف امنیتی رو میزنی که آره خب چون ما امنیت داریم، چون الان سیاست‌های آقای خامنه‌ای موفق بوده، دفاع کنیم از این جریان، دفاع بکنیم و حالا هر بلایی که داره تو سرمون میاد، هر مشکلی چه بلایی داره میاد، چه بلایی داره سرمون میاد. من یه آدمی هم متولد 68 هم. خب رفتم درسمو خوندم، دانشگاهمو رفتم، بیکار نشستم الان 5 بعد از ظهر که تو بیای بالا باهات حرف بزنم. این مشکل که بعد میگی نه ما فقیر بیا اروپا داداش اصلا اسکو. نه خب من میخوام اینو بدونم، میخوام بدونم الان شما الان مثلا فکر میکنی اگه الان در سوئد بودی بیکار نبودی؟ اجازه بده که کشور ما کشوریه که هم 4 فصله، هم جاذبه گردشگری داره، هم نفت و گاز داره، هم از لحاظ معادن غنیه. ما نمیتونیم 80 میلیون آدم خوب زندگی کنیم. چین 1 میلیارد آدمو داره راه شده اقتصاد اول دنیا. خب نه همون چینی که شما دارید میگید، چین شما ظاهرش میبینید در فقر شدید داره به سر میبره مردمش، یعنی حتی انقدر فقرشون دیگه گسترده است که البته به دلایل متعدد چین اصلا دستور داده که چینی ها فقط حق دارن یه بار بچه دار بشن، اگه دومی بیا به دنیا بیاد تا حتی مرز اعدام خانواده چینی رو میبرن. برای همین شما در کشورهایی بمانند کانادا یا اروپایی فرار آره. خب ببخشید زمینشون هم خیلی بزرگه، مساحتشون هم خیلی بزرگتره، به همون اندازه که جمعیتشون زیاده مساحت هم دارن. اینم باید داشته باشید. میدونی حرف من چیه؟ میدونی بحث من چیه؟ من میگم داداش شما میای میگی که خیلی خوبه که ما داریم یه حالت امپراتوری داریم نفوذ میکنیم، از ونزوئلا بگیر تا یمن و فلان، اینا خوبه، من نمیگم که این چیزا، ولی این که بیایم با شیعه پراکنی ما فقط خوبیم، شیعه فقط خوبه، سنی بده، مسلمون چه میدونم
یهودی بده، نمیدونم بهایی بده. آقا یعنی چی این حرفا تو سال 2019 مسخره است؟ نه نه اتفاقا تو سال 2019 اصلا مسخره نیست، چون همین الان اسرائیل که همین حرف رو الان تو ذهن من و شما کرده که بگیم اینا مسخره است، خودش شدیداً به مسئله من میدونم اونا هم به خدا جنگ مذهبی نه نه تمام مؤسساتی که میگن این حرفا مسخره است همشون ریشه هاشون صهیونیستیه. یعنی شما از بنیاد دموکراسیایی که الان در آمریکا داره کار میکنه، اتفاقا فکر کنم دیروز هم رضا پهلوی نه 30 اکتبر، بله پیروز هم رضا پهلوی اونجا رفت سخنرانی کرد، تمام اینا ریشه اسرائیلی و صهیونیستی داره. به همه دنیا میان میگن که نه این حرفا رو شما مسخره بدونید، ولی خودشون دارن همین حرفای با همین حرفای مسخره ای که تو ذهن من و شما کردن، خودشون دارن تلاش میکنن امپراتوری تشکیل بدن. ولی بس بر سر من انتقاد رو نفهمیدم، انتقاد کجاست؟ انتقاد من کجاست؟ انتقاد من اینجاست به شما که چرا از جمهوری اسلامی، از آقای خامنه ای جوری دفاع میکنی که انگار همه چی گل و بلبله. حداقل اگر میخوای دفاع بکنی میگی آقا من به عنوان یه ایرانی، به عنوان یه وطن پرست، به خاطر اینکه خاک کشورم از طرف سوریه و نمیدونم عراق مورد تعرض قرار نگیره، دفاع میکنم که ایران اومده هشت و شعبی و حزب الله رو داره حمایت. این برای من قابل فهمه، من اینو میفهمم. اینو میگی چرا مثل گل بلبل دفاع میکنی؟ آره چرا یه جوری حرف میزنی؟ آره استوکل پرینترش نمیدونم رنگی نبود. خب همینه دیگه، همین. آره نه این حرفا به خاطر که دیدم دنیا رو، دارم میبینم که چیزایی که الان برای من و شما مسخره است برای این کشور اروپایی بعضن معضلاته. به من قطعتون نکردم، اینترنتتون ضعیف شد عزیز. نداری من الان؟ الان دارمتون، ولی خب صداتون رو دارم. حالا شما صدای منو دارید؟ بله من هم تصویرتو دارم هم صداتو دارم. خب اوکی تصویر شما حالا بهتون میگم، سوال آخرمو بهتون میگم، بعد شما قطع کن اگه دوست داشتی توضیح بده که چرا انقدر گل و بلبل دفاع میکنی. اگه دوست داری یه توضیحی راجع به امین فردین بده، کلیپی که در مورد جان کی هست اصلا؟ امین فردین یه کسیه که جدیداً اومده یه برنامه تو یوتیوب ساخته به اسم پشت پرده، فکر کنم نزدیک یک ساله. اولین برنامه‌ای هم که ساخت در مورد تو امیر عباس فخرآور بود. می‌خواست معروف بشه. من الان فهمیدم کی رو میگید. این آدما اینا فاضلابای اینترنتی ان. من در موردشون نظر ندارم. یعنی نه نه می‌خوام بدونم که درسته که این آدم اطلاعاتی نفوذیه. من اصلا نمی‌شناسمش، در اون حدی نبوده که من بخوام. حتی برنامه‌ای که الان گفتید آدم اومد علیه من ساخت، من در دفاع از خودم سر اون برنامه، من در دفاع از خودم سر برنامه‌ای که ساخته نمی‌دونم صحبت کنم. یعنی چی؟ یعنی این موجود یا موجود فاضلا به اینترنتی نیازی نبوده که برم در موردش صحبت کنم. برای همین الانم نامش اینجا آوردی تبلیغ شد براش. نه من قصد من خودم باش مخالفم، ولی میخواستم توضیح بدید اصلا مورده. کی هست که باش موافق باشیم یا مخالف باشیم؟ یعنی نه نه نمیگم موافقی یا مخالفی، میگم این آدم کیه. ازت پرسیدم به عنوان فاضلا به اینترنتیه. فاضلا به اینترنتیه مثل خیلی از آدمایی که هیچ هنری ندارن ولی میخوان مثلا هیچ حرفی برای گفتن ندارن، با پرداختن به حاشیه میخوان خودشون رو مطرح کنن. فاضلا به اینترنتیه. با امیر عباس فخرآور تو ایران بودی، کار کردی؟ من ایشون تو ایران حتی یک بارم ندیدم. اون فیلمی هم که در آوردن از من، اون در حقیقت من اون موقع 11 سالم بوده. یه نفر اونجا تو اون نشسته صحبت‌های قرآنی نشستن و اون در اون سن و سال من اصلا در 11 سالم بوده. فخرآور 10 سال از من بزرگتره. فخرآور اونجا یه بچه 22 ساله است، من بعد 10 سالم بوده باشه اون موقع. خیلی ممنون، خوشحال شدم. فرشته شما زنده باشی. توضیح بده که چرا انقدر گل و بلبل دفاع میکنی. اوکی چشم، زنده باشی. من یه نکته رو اول بگم، اصلا خود زندگی انقدر مشکلات داره. حالا درست زندگی میتونه خیلی قشنگ باشه، ولی هیچ وقت خود زندگی در بهترین حالتش هم گل و بلبل نیست. اصلا آرمان شهر من هخامنشیانه. خب همون هخامنشیان هم گل و بلبل نبود. اگه بود که اسکندر نمیتونست پیروز بشه. آرمان شهر من دولت ساسانیانه. به هر حال یه مش عرب مسلمان حقیقی تونستن کشور ما رو بگیرن به اون شکل. اصلا خود زندگی در بهترین حالتش گل و بلبل نیست. من نمیدونم کی صحبت کردم صحبت از گل و بلبل کنم. من دارم حقایقو میگم، رئالیستو میگم. اگر این که میگم در کل پایتخت اسکاندیناوی شما نمیتونی یه پرینت رنگی بری بگیری، این اگه برای من و شما مسخره است، برام حق داریم. به خاطر که تو کشوری زندگی کردیم اینجور چیزا برامون مسخره میاد. ما تو کشوری زندگی کردیم که
تو روستاهامون سر هر خیابونی سر هر چیزی چند تا مغازه فتوکپی داشتیم میتونیم پرینت بگیریم. برای همین اگه یه نفر بیاد بگه آقا پایتخت اسکاندیناوی، نمیگم پایتخت مثلا سوئد، چون استوکن در حقیقت پایتخت دانمارک، فلان، نروژ و خود سوئد. یعنی شما سوار هواپیما میشی میای به سوئد، نمیگی که میای به استکهلم سوئد، نمیگی که شما وارد پایتخت سوئد شدی، میگی شما وارد پایتخت اسکاندیناوی شدی. سر همینم هم دانمارک و نروژ اینا خیلی ناراحتن و این برای من و شما خیلی خنده داره که مثلا برگر میگیم آقا یکی از معضلات اینه که پرینت رنگی نمیتونی بگیری، والا پرینت سیاه‌سفید هم نمیتونی بگیری تو این کشور توی مثلا پایتخت اسکاندیناوی. بخاطر که من و شما توی کشور زندگی سر هر چهار تا فتوکپی بوده. این به منزله ای نیست که بگم ایران گل و بلبله یا مثلا این صحبت ها، نه، بس بر سر دانستنه، دانستنه که آقا این شرایط کشورهای اروپایی است. بس بر سر اینه که وقتی که شما میاد من و تو فیلم نشون میده یه نفر داره از سطل آشغال خوراک برمی‌داره میخوره و این عکس رو بولد میکنن و به ایرانی این تصویر رو میدن که آقا ما اینقدر بدبختیم که مردم ایران از سطل آشغال دارن نون برمی‌دارن، حقیقت داستان اینه که اگر ما در هر یک خیابونمون یک نفر، شما چند نفر گدا توی خیابون تا حالا توی ایران دیدی؟ اگر ما تو هر خیابونمون یک گدا داره نون ور می‌داره توی سطل آشغال، در جاهایی بمانند آمریکا و کانادا اینجا بحث چند هزار نفر توی یک خیابونه. ببینید من میدونم دارم چی میگم، بحث نمی‌کنم بگم چند نفر، ده نفر، ده ها نفر یا صد ها نفر، دارم آگاهانه بهتون میگم چند هزار نفر توی یک خیابون از سطل آشغال نون بردارن. این به منزله این نیستش که ما توی خیابونمون نداریم کسی از سطل آشغال نون برداره. این به منزله این نیستش که من دارم میگم ایران گل بلبله. این به منزله اینه که آقا یه خودت توی ایرانی باید فکر کنید چه جوری کارمند من و تو و بی بی سی هر روز وارد ساختمون کاریش که میشه دم در اون همه کارتون خوابو داره میبینه تو لندن. خدا رو سپاس ما لندن رفتیم دیدیم موش ورداشته کل لندنو، موش ورداشته چقدر کثیف لندن، شرایطش چیه؟ چطور اون کارمند من و تویی که هر روز داره مجری من و تویی که با لباس رنگین میشینه جلوی شما و من همین بهش میگم مهد کودک، میاد این حرفا رو میزنه میگه وضعیت اقتصادی تو ایران خرابه، چطور نمیره بیرون از ساختمان همون جایی که داره این حرفا رو میزنه این همه گدا اینا رو میگم اینا رو باید فکر کرد. این به منزله این نیست ایران گل و بلبله، ولی واقعا در شرایطی که ایران داشته در دو قرن گذشته داشته بخوای حساب کنی واقعا معجزه است که ما همچنان با این شرایطی که داشتیم همچنان واقعا در خیلی از حوزه ها چندین سر و گردن بالاتریم. خب دوستان دیگر بیاریم. آقای سام بفرمایید. درود بر شما، بفرمایید. درود بر امید دانا، حال خوبه؟ زنده باشید، ممنون. می‌خواستم راجع به این دوستون که زنگ زده بودن با صحبت کنم. جونم بگو عزیز. اکثر مردم ما نمیتونن تفکیک کنن. این همه برنامه شما رو ما می‌بینیم. هر وقت بتونن با خودشون، با عقل خودشون تفکیک کنن مشکلات و معضلات داخلی رو جدا کنن از معضلات خارجی، اون موقع متوجه میشن که باید از خامنه‌ای دفاع کنن. حالا تنها کسی که داره حرف درست رو میزنه، رئال رو میزنه، ایشونه. و اینا تمام وقتی صحبتشون باز میشه راجع به مشکلات ایران و ضعف اقتصادی و اینا صحبت میکنن، نمیدونن که تمام اینا بابت همین تحریماست. دولت آقای روحانی رفت باشون مذاکره کرد، چی شد؟ زدن بیرون، آمریکا یک طرفه اومد بیرون، الان کشور ما رو اینقدر تضعیفش کردن. ولی خدا رو شکر این هواداران خامنه ای و سپاه واقعا دارن کار میکنن. اینا این چیزا رو نمیدونن. من خودم تو انگلیس زندگی میکنم، تو یکی از شهرهای هومه، لندن بارها رفتم، واقعا چیزایی که شما گفتی از اروپا اینا واقعیت داره. به خاطر انگار بغداده، لندن انگار وارد بغداد شدی. تمام مغازه ها من بدون امام حسین یادت این جاروها رو مثلا آویزون کرد رفتم لندن، انگار رفتم بدون امام حسین میدون خراسان خودم بودم. خودم رفتم لندن، یک از دوستامو رفتم خلاص ببینم، دو سه سری رفتم لندن. به خدا وقتی وارد شدم فکر کردم میشه پاکستانه، اصلا همه با لباسای آفرین. بعد مثلا فروشگاهش که میره همینجور وسایل آویزون کردن، دقیقاً مثل میدون شوش خودمونه. و دقیقاً خیلی فهم کنم، انقدر کارتون خواب من سمت مترو رفتم چون با ماشین نمیتونستم، تحت ترافیک و ایناس اونجا نمیشه با ماشین رفت. ماشین پارک کردیم با تراموا و با ترن رفتیم،
وقتی از ترن اومدن بیرون همینجور از داخل ترن تا بیرون ترن همینجور کارتون خوابا رو زمین نشستن، بهشون یه کافی میدن مثلا مردم یا پول بهشون میدن، اینا حقوق هم میگیرن از دولت ولی هستن، این چیزا واقعیته. من مثلا اینجا یه مدارک میخواستم ارسال کنم، به من گفتن فکس کن، فکس گیر نمیومد، من کلی این ورانور رفتم اصلا نمیستم فکس چیه، بالاخره بابت هر فکس هر پیپر دونه هر ورقش بله تا پنس شارج کنن، من حدود 40 تا برگه داشتم میدم، چیزی حدود 20 پوند من باید پول فقط یه 4 تا برگه بدم که با من فکس کنم. متوجه این چیزا هست؟ حالا خوبه، حالا خوبه اونجا باز بود که شما 20 پوند بدی پول بدی. تو بعضی از این کشورها مثلا سوئد و نروژ و اینا اصلا نیست، باید خودت بخری دستگاه فکس رو. یه سری خب خبر ندارن این چیزا، من الان با خانواده‌ام صحبت می‌کنم، یه سری وقتایی توی من و تو مثلا یه چیزایی رو نشون میدن. من چند وقت پیش یه برنامه دیدم نوشته بود که یه طرف فیلم گرفته بود که من رفتم چند تا 13 تا نون خریدم، نون تافتون خریدم شده چند 30,000 تومن. من زنگ زدم به خواهرم گفتم آبجی 30,000 تومن میشه 13 تا نون 10 تا نون؟ گفت نه چیزی نیست. گفتم نون سنگک اینقدر قیمتش؟ گفت نه والا ما خودمونم خانواده داریم تو ایران دارن زندگی میکنن، درسته فشار اقتصادی هست ولی همشون دستشون به دهنشون میرسه، میتونن. الان اینقدر که خونه ها الان ماشین دارن، الان تو کوچه مثلا میگه سر پارکینگ دعواست. بابا سطح زندگی ایران هنوز هم که هنوزه بازم از اینجا خیلی بهتره. ببینید من مثلا توی سوئد که بودم اون موقع، مثلا همین چند ماه پیش سوئد بودم، مثلا یه کانال داریم به نام SVT تلویزیون رسمی سوئد، انقدر استکهلم قشنگ نشون میداد. من مثلا یه محله‌ای نشون گفتم با خانمم، گفتم بس ما این 7 8 سال چرا فکر می‌کنیم چرا پاشیم بریم ببینیم چی داره نشون میده، انقدر خوب نشون میده. منی که تو استکهلم نشستم تحت تاثیر قرار گرفتم ده. یعنی رسانه مغز و کامل شستشو واقعا میده. ببین رسانه هنر اینو داره که این هنر خوب رسانه‌های غربیه که تونستن واقعا زباله‌دانی خودشونو انقدر زیبا نشون بدن، و این دیگه ضعف حالا در تمام حوزه‌ها صدا و سیما و بالاخره خودمونه که این رسانه‌هامون نمیتونه. همون زمان شاه هم واقعا خیلی اتفاقات خوب میافتاد، ارزه اینو نداشت تلویزیون ملی شاه اتفاقات خوب به تصویر بکشه، ولی این غربیا بلدن، میدونی بازی رسانه‌ای رو خوب بلدن. ما تو این زمینه شکست خوردیم، یعنی شکست بدبختی کشورهای خاورمیانه همینه. آقا امید من 3 سال توی نروژ زندگی کردم، سوئدم اومدم. نروژ. اصلا افسردگی گرفتم، تمام بچهای ایرانی که اونجا بودن همه افسردگی داشتن. خودشون افسردگی میگیرن، خود نروژیا و خود سوئدیا همه. ببخشید تو ایتالیا یوبه خصوص، الان جزایر یونان، شما بین جزایر یونان انگار رفتی وارد سوئد و نروژ شدی، همشون اومدن تو جزایر یونان برای خودشون چیز دارن، کافی شاپ زدن فلان، حتی اینجا دارن زندگی میکنن توی همین کشورهای یونان و اینا. دقیقاً من با حرف شما کاملا موافقم راجع به سری از برنامه‌ای که تو غرب هست و ایرانی ما نمیدونن، و متاسفانه یه سری مثلا که اینجا زندگی میکنن به قول شما نمیخوان قبول کنن یا بگن به زبان بیارن. مثلا بالاخره زندگی همینه دیگه، آدم وقتی که دو دلیل داره نمیگن ایرانیایی که خارجن، یکی این که خب همه چیزشون رو اینا برای یک سراب فروختن تو ایران، همه پلای پشت سر خراب کردن، حالا اومدن. اول از همه بعضیاشون نمیتونن به خودشون اول از همه راستشو بگن، یعنی خودشون تو درون خودشون با اون راستی که وجود داره با رئالیستی که وجود داره دارن میجنگن. بعضیاشون دیگه فهمیدن نه، یعنی دیگه تو اون درون خودشون دیگه تونستن دیگه نمیتونن بجنگن، فهمیدن غرب چقدر پوچه، منتها چیکار کنن؟ بعد به فامیلشون و خانواده هاشون فخر بفروشن، یعنی این فخره رو بعد بفروشه بگه آقا اینجا گل و بلبل دیگه. ما ایرانیان که تو فخر فروشی چیز داریم، واقعا خیلی هنرمندیم تو این زمینه. شما من از شما خیلی تشکر میکنم بابت زنده باشید. باور کنید که اخبار درست رو وقتی میخوام تحلیل کنیم فقط باید ما برنامه شما رو نگاه میکنم. قربونتون برم، بعضی اوقات هم یه سری اخبار رو براتون میفرستم توی تلگرام، میخونید؟ بله میبینم. بله زنده باشید. الان هم که این فتنه جدیدشون رو درست کردن، لبنان و عراق رو ریختن به هم، اینم یکی از آخرین فشارهای حداکثری بود که آخرین بار نتانیاهو با پامپوها داشتن صحبت میکردن، گفت ما باید فشار رو زیاد کنیم. این آخرین، یعنی کفکی تایدی، ما یه مقدار دیگه بتونیم خامنه‌ای بتونه خودتا رو به دست بگیره فهم میکنم بهتر میشه.
ببین ما بعد کلیت مردممون، یعنی حالا خامنه‌ای که داره کار خوش می‌کنه، کلیت مردم، یعنی شما همه با هم یه تیم فوتبال همه با خوب بازی کنن بشه گل زد، فقط مربی نمیتونه خوب باشه، خامنه‌ای چه حکم اون مربی رو داره، همه تو همون جایگاهی که دارن باید درست اول درست فکر کردن رو یاد بگیرن، درست تحلیل کردن رو یاد بگیرن، سریع تحت تاثیر قرار نگیرن. متاسفانه ما مردممون، فقط مردم ما، مردم عادی جهان زود تحت تاثیر چیزایی که افکاری که براشون میسازن مهندسی میکنن قرار میگیرن، از خودشون سوال نمیکنن. ببین شما سالهاست اینا دارن تبلیغ میکنن قومگرایی و تکثرگرایی و عدم حکومت متمرکز در ایران رو دارن تبلیغ میکنن. خب این موزلی بود که ما همیشه میگفتیم آقا تو لبنان و عراق وجود داره، ما برای چی باید مثلا لبنان و عراق مثلا بیایم چند تیکه بشیم، بخوایم فدرال بشیم و غیره، و همیشه فدرال عراق رو داشتن تعریف میکردن، آقایون عراق هم فدرال، لبنان هم چند مثلا فلان. الان که اونجا ما تونستیم قدرت بگیریم، جریان حالا فرقه‌ای شیعه تونست قدرت بگیره، حالا میان میگن نه حکومت یک پارچه اونجا خوبه. ببین اینا مسئله که مردم باید فکر کنن. خب آقا اگه این حکومت یک پارچه الان تو عراق و لبنان مثلا دارن تبلیغ میکنن خوبه، پس چرا همه این سالا همین بی بی سی داره تبلیغ قومگرایی در ایرانو میکنه؟ یعنی خیلی مسئله راحته. من نمیدونم چرا مردم ما این، میدونی اولین چیز اینه که آدم به خودش فشار بیاره فکر بکنه. مردم ما واقعا بیگ مک خور سیاسی هست، هر چی بهشون میگه همون اوکیه، یعنی اصلا فکر نمی کنن. این گفتمان ملی گرایی داره جا میفته. به یاری خدا خودتون ساختین، دیدم که خودشون به اذعان اومدن، دارن میگن که این واقعا این جریان نمیشه نادیده گرفت و این جریان یکی از زیر خاکستر در اومده. یه گفتمان قویه دیگه. الان مثلا این گفتمان ایران شهری و ملیگرایی به این شکل، این مدل ایران، یعنی مدل ملیگرایی که ما از دست اپوزیسیون کلاسیک برانداز نجاتش داریم، چون واقعا این جریانات کلاسیک مفتزه کردن بحث ملی. یعنی من خودم الان مغازه میخوام تو این اروپا یا کانادا میخوام برم، یعنی تو کانادا خیابون لالزر، خب بعضی از این مغازه پرچم شیر و خورشید دارن، تا میبینم پرچم شیر و خورشید تو مغازش گذاشته وارد نمیشم. یعنی منی که تعصب دارم رو پرچم شیر و خورشید و پرچمی که الان در جمهوری اسلامی وجود داره رو به هزاران دلیل پرچم ملی ایران نمیدونم، ولی کسی که پرچم شیر و خورشید الان گذاشته تو مغازه نمیرم واردشم، چون میدونم الان میخواد با اون افکار کم، یعنی مفتزه کردن تمام سمبل های ملی گرایی رو، از سمبل کوروش بزرگ تا فروهر تا شیر و خورشید. این جریان اپوزیسیون واقعا مفتزهش کردن. اگه دهنشون رو باز میکنن میخوان صحبت کنن، موقع متوجه میشی که اصلا چی بارشونه. داغونن، خیلی داغونن، خیلی داغونن. یعنی من اینا حاضر نیستن یه ذره فکر کنن، یعنی به خودشون هم جرئت میدن، در مقام نقدم در میان. این خیلی فشار بارم میاد. به هر حال دستتون درد نکنه. امیدوارم که همیشه صحیح و سالم باشین و زنده باشید. ما هستیم پیگیر برنامه‌هاتون. بعدش شما بشم قربونتون برم. زنده باشید. بتونیم به خانوادهمون پیشنهاد بدیم برنامه‌های شما رو از دور خودمون. زنده. باز خوبه. زنده باشید. ممنون، لطف کردید. دوستان من این لایو رو می‌بندم، دوباره برمیگردم، این سیو بمونه. قربونتون برم. زنده باشید. بدرود.